امیر طاهری در اردیبهشت ماه 1401 مقاله مهم با عنوان رضا شاه روحت شاد و دیدگاه‌های متفاوت نوشته بودند. این مقاله که در ایندیپندنت فارسی منتشر شده است، به میل بازگشت به هویت ایرانی برای تحکیم و بازسازی کشور می‌پردازد که آن را به صورت ویدیویی بازنشر می‌کنیم. در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، یک نکته مهم به گمان من از توجه کافی تحلیلگران برخوردار نشد. جستجوی نمادی برای همبستگی ملی. در این انتخابات 12 نامزد شرکت داشتند و طیفی گسترده از مرام‌ها و مسلک‌های سیاسی و منافع اقتصادی اجتماعی را معرفی می‌کردند. این 12 نامزد که در میان آنها چهره‌های راستگرای هوادار ولادیمیر پوتین، چهره‌های چپگرای پوتین دوست، سوسیال دموکرات‌های کلاسیک، جمهوری‌خواهان لیبرال و بناپارتیست و پرچمداران خواسته‌های محلی شرکت داشتند، در یک مورد توافق داشتند. میراث شارل دوگل، رئیس جمهوری اسبق و رهبر مقاومت فرانسه در جنگ جهانی دوم. حتی نامزد حزب کمونیست خود را شریک در این میراث معرفی کرد. تنها استثنا دوشیز ناتالی آرتو، نامزد حزب کوچک تروستکیست بود که 0.5% از آرا را به دست آورد. بدین سان لااقل تا مدتی کوتاه این تصور شکل گرفت که فرانسوی ها در یک مورد هم فکر و متحدند. احترام به خاطره دوگل و پذیرفتن تجربه گلیسم به عنوان یکی از پایه‌های هویت فرانسوی. آیا در سپهر سیاسی ایران خودمان اکنون با تجربه مشابه روبرویم؟ این پرسش با توجه به گزارش‌های بیشمار از اعتراض‌ها مطرح می‌شود. تقریباً همه این گزارش‌ها حاکی از آنند که شعار رضا شاه روحت شاد همراه شعارهای ضد نظام خمینی‌گرا جزو شعارهای اصلی اعتراض کنندگان بوده است. البته امکان راستی آزمایی همه این گزارش‌ها را نداریم، اما دست کم در چند شهر که به منابع امتحان شده دسترسی داشتیم توانستیم درستی بعضی از این گزارش‌ها را بیازماییم و تأکید کنیم. در اهواز، سوسنگرد، دسفول، اندیمش، مسجد سلیمان، ایزه، شهر کرد، بروجرد، گلپایگان و کرمان لااقل شعار رضا شاه روحت شاد در سطحی گسترده گاه همراه چند شعار سلطنت طلبانه دیگر مطرح بود. اما چرا؟ پیش از پاسخگویی باید یادآور شویم که بسیاری از ملل در لحظات بحرانی تاریخ خود را نیازمند یک منجی، یک پدر، بنیانگذار و یک عامل وحدت ملی می‌بینند. این چهره آرمانی غالباً یک نظامی است که در لحظه تاریخی مورد بحث سوار بر اسب سفید وارد میدان می شود تا به وضع موجود که تحمل ناپذیر شده است پایان دهد و ملت را در مسیری دیگر به سوی آینده‌ای بهتر رهبری کند. هگل در شهر پروسی ینا ناپلئون بناپارت را سوار بر اسب سفید دید و شیفته او شد، حتی اگر ناپلئون افسر توپخانه بود نه سوار نظام. آمریکایی‌ها نیز یک ژنرال دیگر، جورج واشنگتن را پدر، بنیانگذار و منجی ملی خود می‌دانند، هرچند که او نیز یک افسر پیاده نظام بود و فقط از دید پورتره سازان اسب سفید می‌راند. در آلبانی، اسکندر بیگ یک سرتیپ دیگر همین نقش را به دست آورد. سرتیپ دیگری مصطفی کمال پاشا یا آتاتورک، پدر و بنیانگذار ترکیه پس عثمانی به شمار می‌رود. برای مردم میانمار یا برمه سرتیپ اونگ سان پدر و بنیانگذار دولت ملت مستقل برمه است. همین نقش را سرهنگ خوان پرون برای مردم آرژانتین بر عهده دارد. در کره جنوبی سرلشکر پارک جونکی بنیانگذار دولت ملت کره جدید است که در دوران رهبری او به مقام نهمین قدرت اقتصادی جهان رسید. در بعضی موارد مانند سرلشکر ولادیسلاو سیکورسکی در لهستان نقش منجی در مدتی کوتاه‌تر از هبوط یک شهاب ثاقب به پایان می‌رسد، اما نور باقی مانده از آن ابدی به نظر می‌رسد. داشتن یک چهره مورد تفاهم بخش‌های گسترده‌ای از جامعه از ضرورت‌های حفظ آن به عنوان ملت است. ملت عبارت است از مردمانی که با حفظ همه تفاوت‌های مسلکی، مرامی، مذهبی و فرهنگی تصوری مشترک از ریشه‌های خود دارند که بر اساس آن تفاهمی مشترک را درباره ارزش‌های اخلاقی و قانونی لازم که آنان را به هم پیوند می‌دهد برای آینده‌ای شکل گرفته از خواسته‌های مشترک خود به کار می‌گیرند. پدر، بنیانگذار یا منجی نقش مرتبط کننده این سه عامل یعنی گذشته، حال و آینده را دارد.
ابراهیم خاجه‌نوری در بازیگران عصر طلایی بیش از 100 شخصیت سیاسی، نظامی و فرهنگی که آنچه را اصل پهلوی می‌خوانند عرضه کرد و رضا شاه کبیر را عامل یادآوری هویت ایرانی معرفی می‌کند. ابوالقاسم پاینده یک نویسنده دیگر همان دوران نیز بنیانگذار دودمان پهلوی را در نقش یک عامل احیای عظمت ایران می‌بیند. همین ارزیابی را البته از دید انتقادی در تحلیل آن لامپتون، ایرانشناس نامدار انگلیسی می‌بینیم. لامپتون که سالها در سفارت بریتانیا در تهران کار می‌کرد، رضا شاه را خبری بد برای ایران و ایرانیان می‌دانست، زیرا به گمان او بنیانگذار دودمان پهلوی ایران را به سوی بحران هویتی سوق داد. از دید لامپتون ایرانیان در سالهای آخر قاجاریه گذشته های باستانی خود را از یاد برده بودند و هویت جدید شیعی را برای توصیف جای ایران در خانواده ملل کافی می دانستند. رضا شاه با یادآوری دوران ایران پیش از اسلام یک نوع شیزوفرنی تقسیم هویت را بر ایرانیان تحمیل کرد. این ارزیابی لامپتون که در سالهای 1960 مطرح شد، بعضی مخالفان دودمان پهلوی از جمله مرحوم مهندس مهدی بازرگان و دکتر علی شریعتی را در مسیر مبارزه برای از نو شیعی کردن ایران قرار داد، مسیری که به ولایت فقیه منجر شد. همه تحلیل‌های ذکر شده رضا شاه را از دید نقش او در بازنگری تاریخ ایران ارزیابی کردند و بدین سان به نقش مهمی که او در سطح اینجا و اکنون، یعنی در رابطه با ایران معاصر بازی کرد، کم بها دادند. شاید نخستین کسی که کوشید این خطا را تا حدی تصحیح کند دکتر ماشالله آجودانی بود که در کتاب مهم خود مشروطه ایرانی نشان داد که نقش اصلی رضا شاه برآوردن بعضی خواسته‌های اصلی مشروطه خواهان به ویژه ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند بوده است. یک نگاه اینجا و اکنونی دیگر نیز به رضا شاه وجود دارد، نگاه آیت الله روح الله خمینی و بازماندگان او. از این نگاه رضا شاه برای اسلام زدایی از ایران وارد صحنه شد و بدین سان حتی نام او را باید خطری مداوم برای نظام فقاهتی با اسم جعلی جمهوری اسلامی به شمار آورد. این نگاه البته کودکانه تر از آن است که نیازی به رد کردن در مقیاس وسیع داشته باشد. رضا شاه هرگز نکوشید اسلام را از ایران بزداید. اسلام در نسخه شیعی آن دین رسمی شاهنشاهی ایران بود. در تمام دوران 20 ساله زائران ایرانی بزرگترین گروه مسافران حج را تشکیل می دادند. توافق او با دولت نوبنیاد عراق راه عتبات آلیات را برای میلیون ها زائر و سجاد ایرانی باز کرد. رضا شاه نمی‌خواست اسلام را از بین ببرد، او می‌خواست اسلام را در جای خودش، یعنی به عنوان جزئی از ایران قرار دهد. اما برای خمینی و همگنان او اسلام کل است و ایران جزء. البته بعضی ستایشگران رضا شاه نیز همان خطای خمینی و یارانش را تکرار می‌کنند و پدیده چند بعدی یک دوران را در مبارزه با اسلام می‌بینند. در سال 1363 آیت الله علی خامنه ای رهبر کنونی نظام خمینی‌گرا دستور داده که نهادی مشخص برای مبارزه با رضا شاه به طور کلی دودمان پهلوی تشکیل شود و جوایزی به پژوهشگران مخالف رضا خان عرضه کند. تازه ترین این جوایز هفته گذشته در تهران داده شد. در دهه گذشته صدها مقاله و کتاب علیه رضا شاه کبیر به هزینه جمهوری اسلامی منتشر شده است. اخیراً نیز جمهوری اسلامی دست کم 4 سمینار برای تخریب رضاخان ترتیب داد. خمینی در مجموعی از سخنرانی‌هایش که در سال 1382 منتشر شد، 117 بار به رضاخان حمله می‌کند. با این حال، بررسی همه این آثار نشان می‌دهد که مخالفان خمینی‌گرای رضا شاه کبیر مطلبی جدی برای عرضه ندارند. به رغم 43 سال تبلیغات آنان، رضا شاه کبیر اکنون بار دیگر در مرکز زندگی سیاسی ایران قرار دارد. اهمیت اینجا و اکنونی رضا شاه بزرگ به عنوان یک عامل تفاهم ملی را در سطوح خیابان‌های بسیاری از شهرها می‌توان دید و از زبان بسیاری از ایرانیان به اصطلاح عادی می‌توان شنید. حجت کلاشی، یک فعال هوادار مشروطه سلطنتی، رضا شاه را نمادی از خاص مردم ایران برای ساختن آینده‌ای مترقی با حفظ هویت ملی می‌داند. خسرو فروهر، یک تحلیلگر دیگر که هوادار مشروطه سلطنتی است، نام نمای پهلویزم را عرضه می‌کند.
از دید او پهلویزم به معنای نوسازی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران است، با احترام به حقوق بشر، تساوی زن و مرد، آزادی دین و مذهب و مرام و مسلک. او می‌افزاید پهلویزم یعنی آزادگی، سربلندی و پیشرفت ایران محوری. او سپس فهرستی از دستاوردهای رضاشاه بزرگ را به عنوان نمونه عملکرد پهلویزم ذکر می‌کند. همین برداشت را از زبان ایرانیانی می‌شنویم که اکنون در شهرهای گوناگون به مبارزه با جمهوری اسلامی مشغولند. یک هموطن مبارز در اهواز می‌گوید: حتی پدر من هنوز در زمانی که رضاشاه سلطنت می‌کرد متولد نشده بود، اما من می‌بینم که هر جا می‌رویم و هر چه می‌بینیم یادگاری از رضاشاه و محمد رضاشاه است. مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها، پل‌های رودخانه‌های ما و خاطرات ما از تاریخ ملیمان. یک اشتباه بزرگ خمینی و وارثان او کوشش در راه تحمیل یک هویت جعلی بر ملت ایران بود. ملت ایران نمیتواند و نمیخواهد بپذیرد که تاریخش با ظهور بخشی از یک قبیله شبه جزیره عرب در صحنه منطقه آغاز شده است. ایرانیان، البته به استثنای سلمان فارسی که ظاهراً یک افسر فراری ارتش ساسانی بود، در غزوات پیامبر شرکت نداشتند. در سراسر فلات ایران هیچ نشانه ای از سازندگی اعراب زیر پرچم اسلام دیده نمیشود. ما هنوز آثار تمدن ایلامی ها، آشوری ها، کلدانی و البته آریایی ها را در سراسر این فلات میبینیم. اما اعراب حتی یک پل، یک دژ، یک کاروانسرا، یک جاده، یک درمانگاه یا مدرسه در این سرزمین پهناور نساختند. در نتیجه خلاصه کردن تاریخ ایران در تاریخ محدود یک قبیله شبه جزیره نهایت بی‌انصافی به شمار میرود. خمینی و وارثان او زندگی یک ملت را در حد یک ایدئولوژی تنزل دادند و سپس آن ایدئولوژی را تا سطح تبلیغات مبتذل پایین کشاندند. به همین سبب است که رضاشاه به عنوان نام نمای یک نسل ایران ساز و ایران دوست، به گفته عبدالله وزیری تاریخ نویس، امروز محبوب تر از زمانی است که سلطنت می کرد. اگر فرانسوی ها در متن یک دموکراسی ریشه‌دار و قدیمی دوگل را عاملی مثبت برای تفاهم ملی می‌بینند، چرا ما نباید رضاشاه بزرگ را در همان نقش برای ایران بنگریم؟ شناخت این عامل تفاهم ملی در زمانی که ما به همدلی و همراهی برای خروج از بنبست جمهوری اسلامی نیازمندیم، الزاماً به معنای پذیرفتن مشروطه سلطنتی یا حتی مشروطه نیست. آنچه اهمیت دارد محتوای برنامه است که مخالفان نظام فقاهتی عرضه می کنند، نه فرم آن. البته از دید نگارنده بهترین فرم و محتوا را در مشروطه سلطنتی می‌یابیم. نظامی شناخته شده با سابقه قابل بررسی و انتقاد. اما فراموش نکنیم که هیچ یک از معدود شاهانی که در تاریخ ایران لقب کبیر یا بزرگ گرفتند، خود را برتر از ایران نمی دانستند. در فرهنگ ایرانی شهریار، همانطور که از نامش برمی آید، در خدمت شهر و مردم ایران شهر است. این ابیات یادآور این واقعیت است: چو آب آمد تیمم نیست در کار، چو روز آمد چراغ از پیش بردار. به شهری چون در آید شهریاری، نماند شحنه را در شهر کاری. چو پیدا شد ز پشت پرده دلدار، یقین دلاله شد معزول از کار. چو سلطان خود کند حالی رسولی، رسولی دیگری باشد فضولی. رضا شاه روحت شاد، یعنی بازگشت به هویت ایران برای تحکیم آن در راه بازسازی کشور در متنی از آزادی و قانونمندی.